دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه ارزم به حضور شما که مطالب زیادی هست که در خدمت شما خواهیم بود در ارتباط با این موضوعات مهم. امروز هم در حقیقت 18 ماه اردیبهشت است. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن. اتفاقات رو دقیق تر من شما نازنینان دنبال میکنیم. بارها توضیح دادم که ما توان این که یک رسانه خبری باشیم رو نداریم و کسانی هم که ادعای این کار رو میکنن که قوی ترینشون ایران اینترنشناله، به نظر من نمیتونن یک شبکه خبری باشن. خبر بایستی که در محل در حقیقت از اونجا مخبر خبر را برسانه. خب هیچ رسانه اهم از غربی، از بزرگترین ها تا کوچکترین ها، هیچ کدومشون در ایران نمیتونن خبر رو یا مخبری داشته باشن. بنابراین ادعای این که یک شبکه خبری است فقط یه ادعای کذبه، یه ادعای که ادعاست، بیش از اون نمیتونه باشه. ولی غالب این رسانه ها در حقیقت رسانه های هستن که خبر رو تفسیر میکنن برای ما و اونها هستن که این اخبار رو و بین سطور رو در حقیقت برای مخاطبش از منظر خودش مطرح میکنه. مهمترین موضوع هفته گذشته موضوع آقای مهدی نصیری بود که فکر میکنم همه راجبش حرف زدن و هیچ کس او رو باور نکرد به عنوان کسی که بی‌غرض آمده باشد. و خب خودش هم توی گفتگوهایی که میکرد با رسانه‌های داخلی و در ادامه جنبش مهسا و رفتاری که حکومت در مقابل مردم انجام میداد، یکیش هم همین در حقیقت آتش خاموشکنایی بودش که به انهای مختلف به عنوان دمکنی ازش استفاده میکرد. در یکی از همین، در چند تا از این گفتگو، نه در یکی، در چند تا از این گفتگو آقای نصیری هم حضور داشت. اونجا ازش وقتی میگفت این نظام داره خود براندازی میکنه، حتی اپوزیسیون خارج کشور هم نیازی نیست کاری انجام بده، چرا که این نظام خودش در حال خود براندازی. بعضیش میگن پس نقش تو چیه؟ میگه من برای بعد از فروپاشی اومدم. من روی این جمله بارها و بارها تاکید کردم که آقا گوش بدیم ببینیم که طرفمون چی میگه. متاسفانه ما گوش شنوایی نداریم. از این مقدمه طولانی بگذریم. میدونم سه‌شنبه است، شما بیش از من منتظر هستید که بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین تا مسائل ریشه‌ای و اقتصادی رو در حقیقت دنبال کنیم. از در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. من هم به شما درود میفرستم جناب بهبانی عزیز، شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های خوب میان
شبی دیگر و از گفتگوی دیگر، البته شبی از اروپا برای شما که روزه. امیدوارم که یه گفتگوی دیگری داشته باشیم و به مسائل مهم اقتصادی برسیم و به هر حال این اون چه که امروز مردم رو رنج میده رو حداقل عللش رو تا حدودی روشن کنیم جناب مهربانی عزیز. بله حتما در کنار شما این اتفاقات خواهد افتاد و منم خوشحالم. آقا یک دوستی به نام آقای آرمان ایمیل کرده بود، من ایمیلش رو برای شما هم فرستادم. تو خبرها هست اعتصاب و در حقیقت بازار طلا فروشا کرکره رو کشیدن پایین و رفتن به خانه و کار نمیکنه. تو ایران این نوع اعتصابات در حقیقت به نفع فروشنده هاست، برای اینکه هر روز که بگذره این جنسشو نفروشه فردا با قیمت بیشتری میخواد بفروشه، اما از اون طرف هم برای تامین جنسش باید بیشتر پرداخت کنه از دیروز و هر روز قیمت ها افزوده میشود. یه سیستم فشل فقط میتونه اینجوری رفتار کنه. اما در مشهد مثل اینکه از همه جا داغ‌تر است و ماجرا رو از زبان شما بشنویم، ببینیم که شما چجوری این رو تعریف میکنید، اصلا ماجراشون چی هست، اعتصاب بر سر چیست. بفرم. بله ببینید آقای بهبانی، دوست دیگری شما از دوستی جناب آلمان صحبت کردین که ایشون برای شما و ایمیل رو به هر حال به دست من رسیدم. ببینید غیر از این نگاه که پرسشگر هست، در جامعه ما در مورد صرافان و طلافروشان در گذشته یک دید منفی وجود داشت. مسئله طلاق فروش ارز در کشور ما، خب مردم حق داشتند، میگفتن اینا قشر ثروتمند جامعه هستند و از نظر در یک موقعیتی قرار گرفتند که بخش زیادی از مردم فروده است که میدونن که عده‌ای قشرهایی در بازار ایران از راه در واقع مبادله و از راه های ساده‌تر تجارتی یک مقدار آسان‌تر به یک به هر حال موقعیتی رسیدند، نسبت به اونها یک نوع حالت در واقع انتقادی و یک نوع حالت گریز و به گونه چیز داشتند، حالت شاید به خیلی ناخشنود، دلپذیر نبود برای حداقل خودمون داشت. ولی ما میخواییم این مسئله رو از نگاه گوناگون نگاه بکنیم، چون واقعیت اینه که هر سمتی، هر قشری در جامعه به هر حال این مجموعه باید زندگی بکنند. اگر روغن فروش، اگر برنج فروش، اگر پارچه فروش یک سمفه، طلا فروش هم یک سمفه. اینها در جامعه ما در واقع نقش و کارکرد خودشون رو دارن، نه فقط برای به هر حال فروش طلا. طلا یک جنس زینتی است و خیلی از مراسم عروسی، تولد، به هر حال در از تاریخ تا بود و نبود این صنف در کنار مردم بودند و بسیاری از اینا هم اونطور خیلی، چه بسا که روغن فروشی هست، تاجر برنجی هست که خیلی ثروتمندتر از، یا سیمان فروشی هست که از یک طلا فروشه، طلا فروش در سطوح مختلف در جامعه ما داره کار میکنه، یا فروشندگان ارز با توجه وضعیتی که صرافان در جامعه ما دارن یک کار خدماتی انجام میدن. بنابراین ما از اینجا من شروع می کنم. اما ماجرای طلا بهبانی یک ماجرای بسیار پیچیده شده در جامعه ما. طلایی که در سطوح گوناگون امروز دولت می فروشه، بعضی که دولت با طلا داره می کنه، طلا رو از مراجع، یک زمانی طلا رو از ونزوئلا می خرید می آورد، یا از کشورهای دیگر می خرید می آورد، یا از گرجستان، از کشورهای بالا برحال شمال اون موقع سابق شوروی می خرید می آورد، یا طلایی رو حتی از ترکیه دورانی خرید آورد به داخل کشور در فروش نفت، بعضی هایی که با طلا کرد. همچنان این فروش شمش طلا، سکه طلا، طلای آب شده در کاتگوری های، در مقوله های گوناگون ما فروش طلا داریم. بگذاریم از اینکه الان اصلا طلا در جهان هم چینی ها اصلا اژدهای زرد با فلز زرد هم داره بزرگترین تجارت رو میکنه، چون جهان با وضعیت رکودی روبروست و اقتصاد چین هم با بحران روبروست و طلا در آمریکا و در چین خیلی مورد استفاده و استقبال عمومی است. بنابراین مسئله طلا همچنان
حتی الان به مراتب از بیت کوین باز هم یک زمانی بیت کوین توی بورس رفته بود، توی به هر حال سکسه عمومی بود، الان باز هم طلا در واقع این فلز زرد قدیمی حرف اول رو داره میزنه. خب در کشور ما اون چی که در مورد طلا اینا برای اینکه مشکل خودشون رو دولت و فرزین بانک مرکزی رئیس جمهوری که به فساد در تمام سطوح دست زده، دست برده در جیب مردم، هم دولتی که در واقع میدونه که الان اقتصاددانهای داخل که این رقم رو نمیتونستن بگن، به دنبال اون چه که ما در خارج افشا کردیم که از رقم 1200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه حرف میزنیم، یواش یواش در داخل کشور هم دارن این مسائل رو بیشتر رو میکنند. با توجه به اینکه کسری بودجه وحشتناکی و با چشماندازی که وجود داره، اینا به یقین امسال نمیتونن 35 میلیارد دلار نفت بفروشند، دست باید میبردن تو جیب مردم از طریق مالیات که گفتیم. الان که اوراق بدهی چاپ کردن ولی نمیتونن بفروشن، یعنی برای کسری بودجه مشکلات بزرگی دارن. روی دلار بازی کردن، دلار رو تا 70 هزار تومان بردن، دیدن که بازی با دلار بسیار بازی خطرناکیه، یه دور الان آوردنش پایین تا دور دیگر مجبور بشن باز روی دلار، چون دلار براشون مشکلات بزرگی ایجاد کرده بود. وقتی اینه بردن در اون روزهای بحرانی در حمله متقابل دو کشور، وقتی که دلار پرید روی حدود نزدیک 68 هزار تا 70 هزار تومان، آثار بسیار بسیار وخامتی داشت برای اینها، و به این دلیل اون رو الان به زور دوباره فنرش رو فشردند. الان اومدن رسیدن به این صنف که فکر میکنن این صنف، صنف طلا فروشان، میتونه بیشتر مورد دست درازی اینها قرار بگیره. خب اینا یه سامانه تجارت در ایران دارن، این سامانه تجارت یک سامانه کاملا دولتی است، مثل اتاقها نیست، این سامانه در دست در واقع دولت و دولت رئیسی. الان هم بانک مرکزی تماما این سامانه تجارت رو داره کنترل میکنه. طبق ماده تبصره 4 ماده 18 سامانه تجارت، باید تمامی نقل و انتقالات طلا، یعنی فروش و خرید و ضمناً کل سرمایه اینها باید اونجا ثبت بشه، ثبت تمامی جزئیات طلا فروشان، یعنی همه چیز باید اونجا. شما با دارایی یک نفر، شما باید در واقع شما میتونید کنترل حساب رو در یک سطوحی که خرید فروش میشه به هر حال بکنید، کنترل چیز داشته باشه که مالیات در واقع کنترل بشه برای خرید و فروش. طبیعی است اینها روی به خاطر این فشاری که به اینا داره میاد، به عایدی سرمایه 25% در واقع اینها باز هم مالیات بستند، یعنی اینها الان هم دارن به سرمایه اینها مالیات میبندند، دارن اشتی رو میگیرند، هم دارن از خرید فروش میگیرن، هم شدیدن اینها رو به هر ترتیبی زیر فشار گذاشتن. اون هم در وضعیتی که در اقتصاد ایران به خاطر اینکه ساختارهای اقتصادی تا کنون با چندین نرخ ارز، با یک نوع درهم ریختگی، با یک نوع حسابهای در واقع بسیار بسیار هم سنتی هم مدرن، هم وضعیت پیچیده ساختارهای مالی بانکی در هم رفته است، بخشن بخشی از به هر حال اعتبار یک شرکت دیگر پیش یکی دیگره، یک چیز پیچیده ای در اقتصاد در صنف ها همچنان وجود داره. شما وقتی با ساختارهای مالی یا یک رسته یک به هر حال صنف در غرب روبرو هستید، درسته که الان مثل بازارهای سابق نیست، ولی همچنان در وضعیت پیچیده صنف ها در ایران یک نوع در هم آمیختگی وجود داره که صنف ها و این اونایی که دارن میشنون میدونن که این قضیه از درون خود در واقع این صنف برای من گفته شده و اینها اسرار درونیش هست، درونیشون هست. مثلا صنف فرش فروش اسرار زیادی داره، به هر حال اونها
چطور میخرن، بعد کدوم پول، سیاه سفید، چطور مزد میدن، این ارزها را چطور جابجا میکنن. اینها ماجرای هر صنفی پیچیده است در ایران، و این پیچیدگی برمیگرده به ساختار پیچیده در هم ریخته اقتصاد ایران. به شما بخواید بیاید بگید آقا توی فرش رو مثلا تولید کردی 20 یورو آوردی در بازار غرب فروختی 2000 یورو هزار فلان میزان سود بردی، نمیشه اینطوری گفت، چون این ماجرا این 100 دست در واقع جابجا شده، در صنف تناپیچیدگی‌های خودشون رو دارن. اینها وقتی که میان میگن الان تو باید بیای همه چی رو ثبت بکنی، در واقع زدن توی اون اصل ماجرا و بدترین نوع کنترل را از این صنف دارن میخواند. و این صنف با تمام این مشکلاتی که با نرخ ارز داره، با خرید اون طلاها داره، با اعتبارهایی که از همدیگر گرفتند، با مسائلی که بینشون هست، در واقع زیر شدیدترین فشارها رفته. خب مقاومت اینها در چندین و چندین شهر، فقط در یک بازار، در یک فقط در مشهد نیست، در همه جا تقریبا در سراسر کشور اینها زیر فشارند. و در واقع مالیات گذاران، مالیات گذار، کسانی که باید این خراج رو به هر حال در هر خرید فروش، این طبیعیه، خب خرید فروش مالیاتی داره، اما اینکه به این شکل اینها رو به سرعت زیر کنترل گذاشتن و سرمایه های اینا رو میخوان به این وضعیت و اینطور دارن، حتی بخشن فروش هایی که اینها در تمامی ماهای پیش داشتن رو همه رو میخوان با یه شرایط جدید، باز مثل کاری که در سنفای دیگر کردن، یا قبض برقی که برای یک سال دادند، در اون موقع اعلام نکرده بودند هزینه برق مثل نفرز بالاست، گاز بالاست، وای میستن تا اونا بفروشن. در خیلی از سنفا اینطوره، طرف تولید میکنه به قیمت گاز و برق ارزان، ارزانتر، ولی اینا میان 11 ماه بعد میگن آقا تو گاز و برق تو در اون دوره باید به فرض اون رو هم به اون حساب بیشتر باید به ما پول بدی. خب در صنف طلافروش هم مالیات رو عطف به ما سبق میکنند و بعد این فشارها رو داره میارن. برای چی؟ برای اینکه بتونن از این 1200 هزار میلیارد تومانی که نیمی از بودجه 1400 هزینه عمومی، بودجه عمومی دولت هست، این نیم رو که میخوان از طریق مالیات تامین بکنن، اول رفتن به قول خودشون از نظر نگاه خودشون به قوی ترین قشری که میتونستن، صنفی که میتونستن از اونها اونا رو بچاپند. بنابراین این صنف قربانی اول این ماجراست، یعنی یکی از اولین قربانی های این ماجراست. برای جناب آرمان زاده که این سوال رو داره که چرا اینها این صنف رو این طور زیر فشار گذاشتند، من میخواستم به این دوست گرامی بگم که این فقط این یک شروعست، همزمان با اون دارن خیلی از صنفهای دیگر رو اینها در پارسال هم فشارهای زیادی آوردند به صنفها، ولی امروز خب البته صنف طلا فروش یک مقدار به خاطر توان مالی هم که داره میتونه مقاومت بکنه، و هر حال این مقاومتی که از سوی اونها هست فقط به این دلیل نیست که میزان زیادی از اونها دارن طلب میکنن، که هستی اونها رو در واقع زیر سوال برده. اونها این موقعیت هم دارند که همزمان در جاهای گوناگون بخوان مقاومت بکنن. آقای مهربانی، اینها طلا رو به این دلیل دارن کنترل میکنند که طلا رو دست خودشون بگیرند. با فروش طلا اینها در سال پیش بخشی از کسری بودجه رو دارن در واقع تأمین میکنن، میخوان از طریق این گریزی بزنن به تأمین کسری بودجه، ضمناً در دستهای خود مافیاهای بزرگ اینها. اینها در سال پیش بخشی از صادر کنندگان که جنس ها رو بردن صادر کردند، به جای اینکه ارز بیارن طلا خریدن آوردن در داخل کشور. به طبق یک گزارش در ماهای پایانی سال 2 میلیارد دلار به جای اینکه ارز وارد بشه از فروش صادرات ایران، اینها 2 میلیاردش رو طلا آوردند به داخل کشور. با آوردن این طلا در این بخشی از صادر کنندگان که بسیاری از اینها خصولتی های بزرگند که این کار رو امکان داشتن بکنن، به علاوه اون
کوچکترها رو که اینا زیر کنترل کامل دارن. یعنی مافیاهای فساد در ایران خودش طلا رو در دست گرفته، میخواد در رقابت با صنف کوچکتر طلا فروش در واقع اینو در دست خودش بگیره. مثل اون کاری که با دیجی کالا کردن، در واقع صاحبان دیجی کالا رو خصولتی های بزرگ، مافیاهای بزرگ صاحبان دیجی کالا رو که حدود اون موقع عرض کردم سفت پیش که بیش از 1 میلیارد اینها سرمایهشون بود، اونها رو در دست خودشون گرفتن که اونها رو له کنن و خصولتی ها در دست خودشون بگیرن. اینجا هم با فشار به این صنف، به کوچکترهای این صنف، اینها اون بزرگها، اون خصولتی ها بخشیش رو برای خودشون میبرند و بخشیش رو هم به هر حال اونایی که با دولت در هم پیچیده هستند، با بند مخبر، با بزرگها، با مافیاهای دولتی خصولتی در ارتباط هستند، بخشی رو هم به اونها میدن که در کسری بودجه، تامین کسری بودجه رو اون رو پوشش بده. بنابراین این بازی پیچیده رو ما میبینیم که چرا اینها علیه این صنف دارن. این صنف اما تظاهرات اعتراض های این صنف با توجه به نوع مقاومتی که دارن میکنن، به یقین به صنف های دیگر هم، چون صنف های دیگر هم وضعیت آرامی ندارن، اونها هم به شدت از همین نظر باید به سامانه تجارت گزارش بدن و خیلی از اونها هم بازار و کسبه امروز دیگه موقعیتی نیستن که پایگاه این رژیم فاسد باشن. اونها خودشون امروز، اگر 45 سال پیش بازاریان خمینی رو رو کار آوردن، این رژیم رو رو کار آوردن، در این 45 سال ساختارهای اقتصادی در ایران عوض شده و پایگاه این رژیم امروز دیگه بخشای بزرگی از بازاریان و کسبه نیستند. این قشرها درسته که مؤتلفه و اتاقهای بزرگ اینها با چین و با روسیه و اینها این موقعیت رو هنوز دارند، اما بخش بزرگی از بازاریان و کسبه مثل بسیاری از قشرهای دیگر زیر فشارند و من جمله از همین قشر که ما میتونیم بگیم که به هر حال قشری از مردمه و من این رو از این زاویه گفتم که با این قشر در واقع باید همدردی داشت، ابراز همدردی کرد، چون این ماجرا ماجرای کل بازار و صنف‌های داخل کشور هست. آقای بهمان، بسیار ممنون از شما. عرضم به حضورت که خیلی بامزن اینا، یعنی اصلا نیازی نیستش که آدم زیاد تقلا بکنه تا بفهمه اون پشت چه میگذره. یه مش نادان از هیئت‌های روزخونی که ما یادمونه این هیئت‌ها رو اکثرا لاتا و نمیدونم گنده لاتا میگردوندن تو هر محله، پس از اینکه به حال اون طبقه اشرافی روحانیت از اینا دور شد، خودش رو صفش رو جدا کرد از اینها، اینا رو آوردن به از دوره احمدی نژاد رو آوردن به طبقه نوخونها، مداها و روزخونهایی که خودشون در حقیقت تولید کردن. خب کنار اینا یه مش لاتن دیگه، یه مش آدم های نادانن، از اینا بیش از این نمیشه توقع داشت. ما هفته های گذشته راجع به این موضوعات با همدیگه زیاد حرف زدیم. الان فقط همطور که شما گفتید به بحث طلا فروشا منحصر نمی شود، بلکه مثلا تو بخش کسانی که برای ماشین ثبت نام کردن، مال باختگان، ما اعتصابات کامیوندارا رو داریم، ما اعتصاب مثل سرچشمه رو داریم، تو بخشای مختلف داریم میبینیم که اعتراضات گله گله وجود داره. یه سوالی که همیشه وجود داشته این عدم پیوند اینها با همدیگه است، چرا این اتفاق نمیفته؟ اما بریم سراغ این ماجرا و از شما بپرسیم که این اعتصابات سراسری، این اعتصابات مالباختگان و اینا رو یه قدری برامون باز کنید، خوشحال میشیم که روشن بشیم که چه میگذره.
خب جریان خودرو آقای بهبهانی، ماشین ها و خودروهایی که در هفته پیش هم من اشاره کردم به ماجرای خودرو در کرمان و بعد هم در سراسر کشور، اینها یک مافیای خودرو، یکی از بزرگترین مافیاهای کشور هست و در این چند سال همواره ما راجع به پارس خودرو، راجع به ایران خودرو، نمیدونم قسمت های گوناگون اینا، الان هم که در کرمان این خودروهایی رو که پکن کرمان، در واقع دارم میگم پکن کرمان، که یک سیکل جدیدی از نوع فساد پیچیده و تله دوگانه چین برای ایران بوده که هم پول نفت ما رو به قیمت ارزان از ما نفت رو خرید در اونجا غارت کرد و هم با فروش قطعاتی که به یک شهر که در چند قسمت این صنعت اونجا برده، در اونجا هم همین پولی رو که با تخفیف در واقع ما داده بود، از همونجا هم دوباره با فروشی که به گونه نابرابر بوده، یک نوع غارت دیگر بود، از طریق آوردن جنسای بیکیفیت در بازارهای ایران، یک بار دیگر بازارهای ما رو و این در واقع قسمت رو مورد غارت قرار داد. ببینید ما خودروسازی های ما همواره در این سالها ضررهای چند هزار میلیاردی و چند ده هزار میلیارد تومانی داشتند. زیان انباشته اینها رو هر دو سال یک بار، یک سال یک بار، چند سال یک بار دولت مجبور بود که پرداخت کنه. ما میدونیم که این تولیداتی که در داخل ایران بوده چقدر مورد به هر حال مسخره قرار گرفت، چطور استحصال کردن این رو، گفتن این از کاغذ بدتره، در یه تصادف یک ماشین، یک خودروی تولیدی با یک چهارپا در واقع زنده موند، ماشین از بین رفت. از این چیزها زیاد شنیدیم در داخل میگند، ولی به هر حال ببینید با هم چون در واقع واردات خودرو در دست یک قشر کوچکی بوده و اون رو هم با یک برنامه های معینی آزاد میذاشتن و اجازه اون رو هم برای واردات در یک لکشری های خودروهای لکشری سطح بالا وارد میشد، چند ده میلیارد تومانی. از این سو وسایلی که مال نقلیه بوده، تاکسی بوده، اتوبوس بوده، چی بوده، که همین ماجرایی که برای 400 دستگاه اتوبوس که مطرح کردن که چه پولی رو چین از ایران برد، با چه قیمت گرامی، در واقع چگونه زاکانی رشوه بزرگی به فساد بزرگی روی همین خودرو، خرید خودروها با پولی که پول نفت بوده و گفته که این پول بلوکه شده رو ما آزاد کردیم، که اونها خودشون اونها رو خود فردی از رئیس از اتاق از شورای شهر تهران این رو لو داد علیه زاکانی فاسد. خب اینها خودروها رو که به مردم میخوان، همین خودروهای داخلی رو که میخوان به مردم بفروشن، دو سال سه سال پیش پولش رو از مردم گرفتند. تازه که پول رو گرفتند، بعد هر از گاهی میان آقا این قیمت تمام شده، این بیشتره، باز باید پول واریز کنید، مثلا 40 میلیارد تومان دیگر، 40 میلیون تومان دیگر، 50 میلیون تومان دیگر باید وارد کنید، از 400 میلیون تومان رسیده به 600 میلیون تومان، باید این رو باز پرداخت کنید، بازار عوض شده، در حالی که خودشون این رو به تأخیر انداختند، به سررسید باید میدادند، بعد مال باختگان بانکی صندوقی از مردم این پول رو گرفته، خودش اینا رو در قرعه‌کشی ها، در به هر حال نام نویسی ها برده، این مافیای پیچیده با تمام اینها به سر رسید که میرسه، به جای اینکه به اینها ماشینشون رو بده، دو بار سه بار از اینها این تصفیه حساب رو در واقع کرده، بیشتر گرفته، با تفاوتش رو، با این همه به سر رسید ماشین در اختیارشون قرار نداره. این ماجرا ماجرای یک بار دو بار نیست. خب خریدار چی میکنه بیچاره؟ باید یک جا ثبت نام بکنه، باید منتظر بمونه، اگر تاکسی میخواد با اون بخره، اگر برای خانوش خانوادش میخواد یک ماشینی بخره، هستیشو فروخته، میخواد یک خودرو بخره، دو سال هم صبر کرده. همین جریان رضایت خودرو در واقع که اینها
مدت ها صبر کردند، رفتند میگن آقا جنس نیست، واحد های شما آماده نیست، تولید نشده، تولید دچار مشکل بوده، نمیدونم فلان قسمتش تموم نشده، تا دوباره 3 ماه دیگر 5 ماه دیگر، ولی پول همچنان در اونجا هست. پولی که دادن امروز دیگه ارزش خودش از دست داده. این پول در واقع 2 سال پیش یک قیمت دیگر داشت، برای یک چیزی خریده شده. ما مشکلاتی که امروز در واقع ما با تورم داریم و ارزش از دست رفتن ارزش پول حکومتی، با همه اینها امروز یک درگیری بسیار سنگینی بین این مال باختگان با اینها بوده، رفتن جلوی اداره، رفت جلوی خود دادگستری، به هر حال قوه قضاییه، اونجا یک تظاهرات سنگینی بود، بعد اعلام کردن که جلوی خانه های این فاسدینی که این کار رو کردن، مدیرانی که این کار رو کردن، جلوی اونها جمع خواهند شد. یعنی درگیری به درگیری سنگینی رسیده، همزمان که طلافروش ها درگیرن، به هر حال بازنشستگان در هیچ جا بار ندادن، همچنان هستن. در یک جاهای خبر از مصر سرچشمه میاد، رانندگان شیراز میاد، جاهای دیگر میاد، بالباختگان تهران. آقای بهبانی، شنوندگان ارجمند، اوضاع داره به یک نوع در واقع درگیری های سخت تری، یک مقدار شدید تری، همراه با واقعا اگر خوب دقت بکنیم با خشونت بیشتری. امروز یگان های ویژه مردم بالباخته رو سرکوب کردند، یعنی در واقع خیلی خشونت بالا بود در سرکوب بالباختگان. و از اون سو هم خب مردم هستیشون رو از دست دادند، چیکار باید بکنند؟ برن وایستن فقط شعار بدند؟ درگیری ها داره هی شدیدتر و شدیدتر میشه. و اون کسی که زیر فشار واقعا مردمی هستند که راه به جایی ندارن، و کارگران مستعجشمه. دیدم یه مطلبی رو، بازم از دوستان دعوت میکنم، در این کانال تلگرامی تالار اقتصادی البرز وارد بشید. تالار اقتصادی البرز همونطور که گفته میشه نوشته میشه، منتها تنها حروف تی تالار و ای اقتصاد و ای البرز رو با حروف بزرگ بنویسید، بقیه همون جوری که گفته میشه نوشته میشه، تالار اقتصادی البرز در کانال تلگرام. یه مطلبی بود راجع به وضعیت کوله بران و سوخت بران و اینکه نه کوله بر نه سوخت بر، آزادی و برابری، اونچه که اینها فریاد می زدن، و کشته شدن عده ای از سوخت بران توسط ماموران سپاه. من می دونم و بارها راجع بهش حرف زده شده که همه این دستجات، چه کوله بر چه سوخت بر، اینا زیر نظر مافیای سپاه پاسداران داره میشه، و اگر این عده کشته میشن، این فقط در جنگ مافیاست که این اتفاق میفته. مافیاها در اون بالا در حال عیش و عشرتن و این پایین کوله بران و کارگرانن که زیر فشار دارن له میشن. و نمیدونم شما تا چه حد با این عرایز من موافقی یا نه، اساسا این داستان رو خود شما چجوری بهش نگاه میکنی؟ خوشحال میشم اقدی راجبش از زبان شما بشنم. خب علت اساسی آقای بهبانی، جریان اقتصادی که به کولبری و به سوختبری و تالنجی هایی که در اون قسمت های از جنوب ایران و شهر و جاهای دیگر هست، اینها همین رانتی هست که در ایران تولید میشه. یک، اینا سود آربیتراژی، در واقع تفاوت اون چه که در به فرض 1 لیتر روغن 1 لیتر گازوئیل در داخل کشور داره و یا در کشورهای همسایه داره. طبیعیه که وقتی که شما به فرض بنزین رو 3000 تومان میفروشید یا گازوئیل رو با قیمت 1/10 منطقه میفروشید، طبق گزارش های متعددی 10 میلیون لیتر بنزین
از 120 میلیون لیتر بنزین در روز از طریق دستهایی از کشور خارج میشه، با تانکرها خارج، تانکها خارج میشه، تانکرهایی که خب اینها رو میبره، یا با ماشینهای کوچکی در بخشی از مناطق بلوچستان سیستان ما که این خشتهایی درش هستن. اما اون چه که در اقتصاد کولبری، ما میدونیم که کولبران غیر از اونهایی که به هر حال این فرزندان حتی جوانانی که گاهان تیر میخورن، همین چند روز پیش یک جوان به هر حال کولبر یک چشمش رو در اونجا تیر خورد، از دست داد. یک گزارش خیلی واقعا تکان دهنده ای بود. وقتی این گزارش رو میخوند نمیتونست آدم تا آخر این گزارش رو بخونه، با دردی که آدم میبینه. این یک بار دوبار نیست، جوانان فرزندان سرزمین کردستان ما، شهرهای کرمانشاه، کردستان، اون منطقه، این جوانا، اینها واقعا باید زندگی بکنن. خب این یا مردمی که در اونجا به خاطر با عائلهشون شب میان بیرون با شدیدترین فشار، ولی به هر حال اگر پشت ماجرا رو ببینی، خب دستگاه هایی وجود داره، یعنی یک شبکه‌ای وجود داره که اون بالای بالا داره از این رانت استفاده میکنه، جنسایی رو میبرند، جنسایی رو میارن. این کولبری که نه همشون در خدمت اون شبکه های کولبری هستند، از سوی در اون ته وابسته به در واقع دستای فاسدی هستند، مثل پیمانکاران. نه خود این عزیزان در واقع توش، اینا باید زندگی بکنن، باید دوزار پول در بیارن، ولی شما وقتی شبکه ها رو ببینید، پشت این شبکه در واقع خب یک دسته جلان کولبری در تاریخ ایران خیلی ماجراها داره. روزگاری دوستان کرد ما که از دوستان قدیمی کردستان ما هستند، برای ما اجزای تکندهنده این رو شرح می دادند. خب پشت این در واقع در اون تایته عرض می کنم، این ربطی ندیم مستقیم این طور نیست که یک کولبر وابسته است، خدای نکرده این توهم، این تصور اشتباه ایجاد نشه، ولی واقعیت اینه که شبکه هایی هستن که این کار رو دارن سازمان یافته انجام میدن و پول هنگفتی هم از این رانت در میارن. و این سرنوشت در اگر اقتصاد درستی بود، به هر حال این چند استان ما که در استانهای مرزی ما میتونستن بهترین موقعیت رو داشتن. خب در اونجا مبادله کالا، شهرکای در واقع مبادله‌ای بود، مثل خیلی از جاهای در کشورهای اروپایی یا در جهان. شما در این مناطق مرزی الان به فرض در بندرانزلی یه شهری که ما چیز داریم، تجاری داریم، و در کردستان ما میتونستن این شهرکای جان قاضیان دیگه، قاضیان یه بندر در اونجا که خیلی از جاها ما در کریدورهای راههای جهانی خیلی الان موقعیت بدی داریم، ولی واقعیت اینه که یکی از مناطق مرزی به این چند استان مرزی ما در غرب کشور میتونست بهترین موقعیت رو داشته باشه در خرید فروش با کردستان، با کردستان عراق، با ترکیه و و و، ولی این رو، این امکان رو ما نداریم. خب چی چیزی میمونه برای اینکه خب این اقتصاد کولبری به این شکل بسیار بسیار زیر فشار اینها باید برن یه لقمه نان در بیارن؟ سرنوشت اینها هم معلومه، هر از گاهی یه جوان کولبر میاد تیر میخوره، یک دوره، دو سال، یک سال، چند سال میتونه کسی کولبری بکنه. اکثرا هم جوانهایی هستن که قدرت بدنی دارن. بعد از 3-4 سال من اینجا کارمندانی از منابع بهبانی که بعدا مهاجرت کردند جز کولبران کردستان بودن. سرنوشت تلخ اینها را که شما میشنوید اینه، 2-3 سال میتونستن کولبری بکنن. بعد به هر حال هنوز آثار زخم اون دوران کولبری توی بدن اینها هست. آقای بهبانی، به هر حال این ماجرا یا سوختواری در بلوچستان و سیستان یا تلنجی هایی که در بوشهر و اون منطقه هستن، این قسمت از اقتصاد ایران تا زمانی که مافیاها و خصولتی ها در ایران هستند وجود خواهد داشت و یک چرکی است، یک قده چرکینی است بر تن اقتصاد ایران. بله. اجازه بدید من یه نکته ای رو خدمتتون بگم. بفهم. 47,000 تن روغن فاسد، روغن مایه فاسد که به سم و به آفت کش و اینها در واقع
آلوده بودند و دو سال سه سال اینها در بازارها بودند و تاریخ انقضای مصرف اینها خورده شده بود و این رو دوباره تمدید کرده بودند. این رو در بازارهای داخل ایران، در سراسر ایران دارن همچنان میفروشند. نمونه برداری ها شده، این روغن فاسد مایه هنوز در دست فروشگاهی هست در حال فروش در داخل کشور. ببینید آقای بهبهانی، ما چند هفته پیش من اشاره کرده بودم به خاطر آشنایی من به بخش حمل و نقل و لوجستیک و اینها، گفته بودم سالیان طولانی در همین آلمان من شاهد این بودم یا راه‌های در واقع ترانزیتی که در سوپرمارکت ها الان که تجارت ها کمتر شده ولی همچنان هم ما میبینیم ماشینایی که از داخل کشور میومدن در بازارها در سوپرمارکت ها از شهرهای گوناگون آلمان، جنسی رو که یه روز دو روز سه روز مونده بود که منقضی بشه مصرفش، دوره مصرفش، اینا اینو میخریدن. تند هم دنبال این بودن که یک تریلی براش فراهم کنن که روزهای آخر، یا اینکه اینا بلافاصله ببرن در یک انباری، بعد اون چیز چاپ که میکنن روی سررسید در واقع انقضای دوره مصرف بکنن، تاریخ مصرف رو بکنن، تاریخ مصرف جدید روش بزنن که بتونن از این راه ها اگر چنانچه در اتاقهای لیزری کنترل شدن جنس فاسد با خودشون نبرند. و این رو من بارهام شاهدش بودم که دو سه روز آخر به قیمت ارزان با تخفیف 30-40-50% می خریدند و به سرعت می خواستند اینو خارج بکنن. آقای بهبهانی، من با این پدیده کاملا آشنا بودم، گزارشم کردم. یکی از اونها همین روغن مایه است. حالا این روغن مایه قبلا هم اینها صدها هزاران تن گندم خریده بودند که این گندم رو در غله خریده بودند که این رو در شهرهای جنوبی در گمرکهای جنوب کشور داشتن که این رو از برزیل خریده بودند 4-5 سال پیش که اونها دچار یک سم بسیار خطرناک شده بودند که اون رو باید از بین می بردن. حتی برای از بین بردن اون هم کشور برزیل این سمی رو که به کشور ما وارد کرده بود باید با این رو پس می گرفت و این رو باید، این سم رو باید در واقع در یک جایی دفع می کردن، باید این رو می بردن به اونجا، باید برای اون پول می دادند. دولت برزیل سر باز زد و این ماجرا آخر سر معلوم است در کدوم اقیانوسی در کجا اونا دفع کردند، در حالی که در فروش اون فاسد بود، اون قلعه که به ما فروخته بودن. کلی این یک جنجالی شد در اون دوره. امروز هم شما ببینید اینا این سم رو به ایران دادن و این سم در سرطان ها در کشور ما، این همه بیماری در ایران. ببینید گزارشی که وزارت بهداری و بهداشت و اینها دارن میدن در داخل، رشد این سرطان ها، بیماری های ریوی، بیماری های گوارشی، اینها همه به خاطر همین جنس کالاهای فاسدی هست که اینا دارن میفروشن. خب این رقم کمی نیست، 47,000 تن روغن مایه. آقای بهبهانی، خیلی یعنی گفتم اینا یه مش نادانن و من در حیرتم، واقعا در حیرتم. ندیدم هیچ حکومتی در دنیا در طول تاریخ وجود نداشته که به جنگ مردمان خودش بره، بلکه با حمایت مردمان خودش به جنگ دشمن بیرونی رفته. بارزترین نمونش رو ما در جنگ ایران و عراق دیدیم، در اون پیش از آزادی خرمشهر هجوم مردم برای حمایت از این نظام و جنگ. ولی الان میبینیم که خود رادان هم اومده مزخرفاتی رو در این زمینه گفته. اما قبل از اینکه به این داستان بپردازم، یه مطلبی رو اینجا دیدم راجع به داستان جنگ همتی و فرزین و در ارتباط با همین موضوع پول و اینکه دولت رئیسی پول داغ بانک مرکزی تبعات داغ‌تری چون تورم داره،
یوسف کاووسی در بررسی روایت دوگانه همتی و سیاست گذار پولی از رشد نقدینگی. سالهای سال است که کارشناسان خطرات چاپ پول بی حساب و پوشوانه را مشتد میکنه. اما گوش اکثر دولتها بدهکار نیست. با این حال شواهد نشان میدهد چاپ پول در دولت 13 تشدید شده است. اخیراً عبدالرضای همتی رئیس پیشین بانک مرکزی با انتشار ویدیویی میگوید خیلی ببخشید، در تحلیلی گفتم با درآمد 25 میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم 48-50% در سال 1402 قابل قبول نیست و دولت نمیتواند جست مبارزه با تورم بگیرد. بفهمید ببینیم که این دعوای همتی و فرزین رو شما چجوری تعریف میکنید. خوشحال میشیم بشنوید. یه خبری از سوی همتی در کانال ها در شبکه ها پخش شد و تقریبا میتونم بگم با توجه به شناختی که از فضای رسانه دارم آقای بهبهانی، فکر میکنم که بیش از 90% واقعا، بعضی اوقات این 90% 80% حالا پایس خنده مردم رو شکل که ما گویندش هستیم، ولی میتونم بگم که غالب جمعیتی که اینه خونده بودن، حتی دوستانی که به مسائل مالی آگاهی دارند هم من گاهن متوجه شدم که ابعاد این قضیه رو سوال داشتند و میگفتن آقا جریان چیه؟ اول اینکه وقتی که این گفت چاپ پول 600 هزار میلیارد تومان، این رو نقدینگی رو یک جوری گفته بود که در از نقدینگی، از کل حجم نقدینگی صحبت میکنه، روشن نگفته بود که آقا این نقدینگی نیست، این چاپ پول داغه یا پول پایه پولیست، پولی هست که بانک مرکزی چاپ کرده. خود همتی اینها رو کامل نگفت. در دورانی که خود همتی رئیس بانک مرکزی بود، خودش هم دست به چاپ پولهای بزرگ به هنگفت زده بود. ما آقای بهبهانی بارها در اینجا در این 6-7 سال اخیر همواره توضیح دادیم که حجم نقدینگی شامل قسمت سیال نقدینگی است، پول مسکوکات و اسکناس هست که در حسابهای جاری و کوتاه مدت منظور میشه اونجا هست، و بعد قسمت ثابت‌تر پول که شبه پول نقدینگی به فرض 8000 تریلیون پول حجم نقدینگی، این در واقع بخش حدود 1/8 این پول نقد هست، پول اسکناس و حساب ها تراکنش های جاری است، و بقیه 7/8 این در شبه پول هست، در حساب های دراز مدت هست. حرفی که همتی میزد این بود که 600 هزار میلیارد تومان به این پول داغ به پای پولی اضافه شده. ما باز هم عرض کردم، بارها عرض کردم که پایه پولی یا پول داغ یا قسمت سیال پول باید ضرب در اون ضریب فزایندگی پول بشه و حجم نقدینگی از حاصل ضرب عدد الان عدد هفت خورده‌ای از حاصل ضرب این گردش پول، 7 بار گردش پول که پول داغ بعد حجم نقدینگی رو تعیین میکنن. این یک فرمول در واقع حساب پول و حجم نقدینگی است، و این عدد رو هم به میزان سرعتی که پایه پولی داره پیدا میکنه، چون پایه است و وقتی که ضرب در عدد 7 میشه، در هر دورهی در اقتصاد ایران این میتونست یک دورهی 5 باشه 6 باشه، امروز به عدد 7، چون این سرعت گردش پول خیلی بیشتر شده در اقتصاد ما، و هرچه که این سرعتش بیشتر میشه میزان خطر تورم هم در جامعه بیشتر میشه. امروز همتی در واقع از 600 هزار میلیارد تومان پایه پولی صحبت میکنه. در
قبل از یعنی 30 ماه پیش موقعی که رئیسی اومده بود، این یک چیزی حدود تقریبا 500 و خورده هزار میلیارد تومان بود. در این 30 ماه 115 برابر شد، 115 درصد بیشتر شد، 115 درصد یعنی تقریبا بیش از 2 برابر شد. 500 و خورده هزار میلیارد تومان 600 هزار تومان اضافه شد، شد 1107 باز هم 1000 میلیارد تومان، یعنی 2 بار 1000 میلیارد که میشه تریلیون. بنابراین این عدد 600 هزار میلیارد تومان اسکناس بود، تراکنش ها بود، و الان که اسکناس 500 هزار تومانی چاپ کردن، قبلا 100 هزار تومانی داشتیم، کوچکتر داشتیم، یک بار الان اسکناس های بزرگ چاپ کردن، که بعد همتی گفت از زمان وحشتناک تا امروز یک چنین چیزی در سراسر تاریخ ایران ما یک چنین چیزی نداشتیم. اینا خب، اما بحث دیگری اینجا هست. در این 30 ماه نه تنها این عدد به پای پولی اضافه شد، بلکه حدود 6 تا 7 برابر این به حجم نقدینگی کشور اضافه شد. یعنی 30 ماه پیش وقتی دولت رئیسی قدرت رو، قوه مجریه رو به گرفت از روحانی، ما 4000 و حدوداً 4300 این حدود تریلیون تومان حجم نقدینگی بود. در این مدت یه چیزی حدود 3700 هزار میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه شد، یعنی 6-7 برابر اون 600 هزار میلیارد تومان باز هم به کل حجم نقدینگی اضافه شد. در واقع حجم نقدینگی رو از 4 خورده‌ای به 8000 تریلیون تومان رساند. خب این عدد 8000 که امروز مهمه، در واقع حجم نقدینگی که میتونه باز هم میزان تورم رو بیشتر کنه. ما هم باید عدد پایه پولی رو در نظر بگیریم، هم کل میزان نقدینگی رو. برای اینکه این خسته نکنه، ما باید این گونه بگیم: 30 ماه پیش اقتصاد ایران با همه دنگ فنگش، پروبلم، مسائلی که داشت، به اندازه پول ایران امروز به مراتب بیشتر ارزش خودش رو از دست داد، چون حجم نقدینگی 2 برابر شد تقریبا در عرض این، یعنی تا 3 سال خورده ای که اگر حساب بکنیم کل حجم نقدینگی 2 برابر شد. یعنی یک بار دیگر ارزش به فرض 1000 تومان اون موقع به مراتب ارزش خودش رو از دست داده، شده 500 تومان. در این مدت کوتاه ما میبینیم مدام داره این ارزش خودش رو، این پول از دست میده، و به گونه ای که باز هم یه گزارشی در همین روزها ما آوردیم در همین تالار اقتصادی البرز، که در این 2 ماهی که از این سال گذشته، هنوز 2 ماه کامل نگذشته بود، اجناس های مهوانی، شنوندگان ارجمند، 30 تا 40 درصد در تنها در 2 ماه گرانتر شدند، و این گزارش رو ما هم در اینجا آوردیم. و به این ترتیب شما اگر بخواید حساب بکنید، با این افزایش پایه پولی، پول داغ، با توجه به اینکه ضریب فزایندگی پول هم مدام داره بیشتر میشه، ادعاهایی که این فرزین داره میکنه رو همتی افشا کرده. چرا؟ چون موقعی که همتی روی قدرت بود، اینها مدام میگفتن آقا پول داره ارزش از دست میده، اینه اینه این شده. الان اونها دارن از اینا انتقام میکشن. یک نکته دیگر هم اضافه بکنم، تمام گزارش هایی که امروز در سایت های معتبر اقتصادی در ایران هست دارن میگن که آمارهای بانک مرکزی همه دروغ و دونگه. حرف هایی که فرزین داره میزنه در مورد کاهش نرخ نقدینگی، در مورد کاهش نرخ همین الان که همتی افشاش کرد، نرخ پایه پولی، پول داغ، در مورد افزایش رشد اقتصادی که دارن میگن، تمام سایت ها دارن میگن آقا این گزارش ها همه دروغه،
گزارش های دروغ به بانک جهانی داده میشه، به صندوق بین‌المللی پول داده میشه و گزارش و عدد سازی هایی که داره فرزین میکنه به گزارشی که همتی هم میخواست او را افشا بکنه، این عدد سازی ها هم بانک مرکزی تماما داره از آمارهای ساختگی استفاده میکنه و این گزارش ها رو میکنه. وقتی که میگه ما به فرض افزایش نقدینگی رو از 39% رسوندیم الان به پایین 26%، 25%، حتی به 24%، این یک عدد سازیه و با این رشد نقدینگی و با کنترل رشد نقدینگی اینها در واقع آثار ضربات بزرگی به تولید زدند، چون دست تولید کنندگان رو از نقدینگی حد اقلی دور داشتند، به وارد کنندگان و به صادر کنندگان هم، یعنی در واقع اون جاهایی که باید یا ارز یا در واقع نقدینگی در اختیار صنایع قرار می گرفت، صدای تمامی صنایع، صنعت ها، بخش های گوناگون صنعت در اومده که آقا اصلا ما نقدینگی نداریم، پول رو اینها حبس کردند. آقای بهبانی طبق گزارش 3 سال پیش 74% از حجم نقدینگی در دست 1% از مردم ایرانه و این نقدینگی 8,000 تریلیون تومان حبس شده در حسابهای این بزرگها. این نقدینگی در دست مردم نیست که اینها تولید بکنن، پول برای این چاپ میشه که بیاد تو دست مردم، مردم با این بتونن تسهیلات بگیرن، خرید بکنن، جنس بخرن، جنس تولید کنن، بفروشن، وارد کنن، صادر کنن. اینها را در سیکل، در چرخه تولید و مصرف و توزیع و اینها به کار بگیرن. نقدینگی در ایران این فونکسیون رو نداره. نقدینگی در دست غولهای در واقع سرمایه گذاران یا تجار بزرگ یا مافیاها و خصولتی هست که فقط 30% بیاد روش، بهره 30% بیاد روش که اینها رسونده بودن. این نقدینگی از کارکردهای اصلی خودش دور شده، حبس شده در حسابهای بزرگا که فقط و فقط سود بیاره. اگر روزگاری اقتصاد اینها که میگفتن اقتصاد مال خر چارپایه هستش میخواست بهره رو از اصلا اقتصاد ایران دور کنه، الان هزاران، صدها هزار میلیارد تومان در بانک هست فقط برای اینکه بهره ببره، سپرده هایی که میخواد بهره ببره و از اون در واقع بزرگ و بزرگتر بشه و چنگال انداختن توی گلوی مصرف کننده و تولید کننده و کل مردم ایران. اقتصادی که از حالت نفتی در اومده، شما این گزارش رو خوندید، موقعی که اینها اعلام میکنه حدود 35 میلیارد دلار نفت فروختند، ولی باز هم محتاج اینن که این گونه مالیات از مردم بگیرند، از گلوی مردم بکشند. بعد این بازی رو با مسئله ارز میکنند و با پول ملی، پول حکومتی میکنند. اینجاست که شما میبینید که بازی نقدینگی و پول داغ و گزارش ناقصی که همتی داد نتونست افشا بکنه کامل سرشت فرزین رو. مشکل بزرگ فرزین به دولت 13 اینه که با حبس کردن بیشتر پول و نقدینگی، این در زمان روحانی اینقدر حبس نشده بود، با فشار هرچی بیشتر برای انقراض سیاست انقراضی که حجم نقدینگی رو به طور دستوری پایین ببره، نقدینگی رو از دست تولید کننده و مصرف کننده و اینها گرفت و تسهیلات حداقلی رو نداد و اقتصاد رو نابود کرد. آقای مهبانی، بله، به خاطر اینکه اون پوله اصلا وارد نمیشه، یعنی اون پول نفتی رو که شما یا این مقاله راجبش حرف میزنه اصلا وارد سیستم نمیشه، همون بیرون خرج میشه میره. خیلی عجیب و غریب. مثلا شما نگاه کنید همین ماجرای چی بود، بابک زنجانی و اینکه این رو خامنه‌ای حکم آزادیش رو داد، گوه آقا این بسش. بعد معلوم شد که این اصلا
در زندان نبوده، بلکه در همون گرجستان برای خودش داشته اشغال میکرده و زندگیشو میکرده. این یه آدم زندانی به معنای زندانی نبوده. زندانی اینایی از تازه این بخشی رو که ما اسمشونو میشنویم هم همه زندان توماج و اون دیگری اون دیگری همه زندانیان نیستن. اینا کسانی هستن که به نحوی از انها صداشون شنیده میشود، وگرنه یک زندانیایی وجود دارن که اصلا ما روحمونم ازشون خبر نداره. یه سیستم قدیمی وجود داشت که میگفت چیزی نگو ما درستش میکنیم، حالا تو یه پولی بده ما درستش میکنیم. این یه بازی قدیمی بود و خانواده هایی که وارد این دام میشن و نام زندگی یعنی چاره ای هم نداره بیچاره. خب من و شما بودیم چه میکردیم؟ زندانیمون اسیر این هاست و راهی هم نداریم. بالاخره یکی از میون اینا میاد و یه قولی به ما میده. ما تو این حجم بی کسی خب بایستی که راهی نداریم جز این که این رو باور بکنیم و بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. ولی بریم سراغ این داستانی که گفتیم، دعوای چاپ پول رو گفتیم، بریم سراغ ابر چالش های اقتصادی. بشنویم این ابر چالش ها رو از زبان شما. خب ما در ارتباط با این آگهانی یک بحثی همین روزها مطرح بود که یک ابر چالش بزرگ بود، یک بحران بزرگی رو از سالهای پیش که مشکل تورم درش بود، یکی از اون بحثایی که این مشکل تورم رو باز هم بزرگتر میکرد فرار سرمایه ها بود و یا به گونه مسئله ریسک هایی بود که تشکیل سرمایه رو در ایران زیر ضرب در خطر برده بود. شما ببینید گزارشی که باز هم همین روزها گزارش مفصلی که اومده اینه که تشکیل سرمایه در داخل ما با فرار سرمایه و با این چرخه بین واردات و صادرات، با مشکلی که اینها ما در بازارهای در واقع بخشی از سرمایه ما فرار کرده چون با مشکلات ارز روبرو بوده، این تفاوت بین ارز ترجیحی و ارز رسمی نیمایی و ارز در واقع آزاد بازار سیاه، بسیاری از وارد کنندگان و صادر کنندگان دچار این چرخه از هم با توجه به اینکه خودشون خصولتی ها از این فساد در واقع سودهای بزرگی بردند دست اونها بود، عده‌ای از اینها هم از این موقعیت تونستن استفاده بکنن، سرمایه های خودشون رو خارج کردن در این بازی که با تفاوت این رانت بزرگی که در کشور ایجاد شده بود. شما ببینید کشور ما یک نمونه. آقای بهوانی 1402 ما 4 میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل دادیم. کشوری که زمانی تولید کننده بود، فروشنده بود، همین 3 سال پیش 4 سال پیش وقتی که سرکوب کردند، 98 وقتی که سرکوب کردند، روحانی اومد گفت که آقا ما میخواییم بنزین رو گرانتر بفروشیم. بنزین در بازارهای داخلی 75 میلیون لیتر مصرف داره، در حالی که ما 120-110 میلیون لیتر تولید داریم و این 20-30 میلیون لیتر روزانه رو ما میفروشیم به شما یارانه ای که از فروش بنزین و گازوئیل هست بین شما پخش میکنیم، بعد یارانه بنزین تعیین کردن. الان کار برعکس شده، الان اینا یارانه میدن، پول میدن، سوبسید میدن، 4 میلیارد دلار دادند که بعدن نیان دوباره توی شهر مثل اون دور سال 98 آدم بکشند، چون میدونن که اگر بخواند بنزین رو گران کنند سوبسید میدن که بنزین رو در بازارهای داخلی ارزانتر بفروشند تا اینکه به اون خون و خونریزی هایی که در سال 98 بود به اون روزگار دچار بشند. ولی به هر حال نمیتونن، گریزی نیست. اینها الان سالانه 20 روزانه 20 میلیون لیتر حدودا 15 تا
20 میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین و گازوئیل درش تفاوت هست. آقای بهبهانی سال 1403 طبق گزارش اقتصاددانها و مراکز دیگری از مجلس و جای دیگر مراکز پژوهشی باید 6 میلیارد دلار بدند. یک چیزی که واقعا مسخره بود، اینها اومدن گفتن که برای اینکه این 6 میلیارد دلار رو ندیم، از پتروشیمی ها خواستند که بیان دوباره تولید بنزین و گازوئیل رو بیشتر کنند. حالا برای این چون مشکلاتی داشتن و پول ملی و پول حکومتی یعنی تومان یعنی ریال ارزش خودش رو از دست داده، شرکت های بزرگی که در دست پتروشیمی و خصولتی ها و اینها هست، آقای بهبهانی سرباز زدن، گفتند که ما عقد قرارداد به ریال نباید باشه. در کشور ایران اینها که میخواستن دلار زدایی بکنند میگفتن ما دلار از بین میبریم، با یوان و با ین و با روبل و با روپیه تجارت میکنیم، با درهم و با ریال، ریال کشورهای منطقه ما میاییم با هم کار میکنیم و دلار رو از بین میبریم. در این کشور مجبور شدند بر مبنای شرکت های داخل ایران با هم عقد قرارداد بر مبنای دلار بکنن. اینم دلار زدایی اینها. شرکت های خودشون حتی قبول نکردن. حالا به جای اینکه یا باید اون 6 میلیارد دلار رو بدن یا باز به گونه دیگر بر مبنای دلار عقد قرارداد بین شرکت های ایرانی بکنن. در هر صورت این دلاره که حرف آخر رو، حرف اول و آخر رو میزنه. آیا آمریکا رو از بین بردید؟ ویتنام آمریکا رو شکست؟ ویتنامی که امروز بعد از این همه سال کشت و کشتار و خون دادن الان 150 میلیارد دلار صادرات ویتنام آقای بهبهانی، شنوندگان و بینندگان یک جا فهمیدند این خلق ویتنام، این مردم ویتنام، این ملت فهمید که آقا جنگ با آخه به هر حال چجور جنگ؟ با کی جنگ؟ برای چی جنگ؟ علی خامنه ای امروز میاد هنوز میگه باید ظاهران براعت بجوگند، دوباره میخواد مثل سال 67 بره اونجا خون به پا بکنه تو عربستان. آخه هیچ رهبر اینقدر نادان چین اومد وسط وساطت کرد چی کرد چی کرد؟ این همه اینها منت کشیدن رفتن توی هتل گرانترین هتل تهران دفتر عربستان سعودی رو باز کردن، دو سال الان سفارت اونجا، بعد با یک دستور میاد میگه برید ظاهران برید اونجا رو شلوغ کنید. تمامی اون چی که رشتند وزیر نمیدونم اقتصاد خاندوزی رفت در اونجا در کنفرانس اقتصادی ریاض رفتن، این یکی رفت با چین نشست، شمخانی رفت دو سال یک سال پیش آرام سازی بکنه آرامش ایجاد کنه به قول خودشون، همه رو علی خامنه‌ای با یه دستور میخواد اونجا جنگ داده توی حج. خب این دیگه از این اقتصادی نمیمونه آقای بهبهانی. از این نوع غلدروازی ها اقتصادی نمیمونه. همه چیز این دیپلماسی و این استراتژی اقتصادی از اون خواستگاهش از اون سرچشمش فاسده، با غلدری و با زور و این هاست. اینجا نه سیاست توسعه‌ای اقتصاد هست و نه استراتژی در واقع ژئوپلیتیک، در واقع اصل ماجرا اینجا لنگه. شما در یک چنین شرایطی هست که ما میبینیم نه پول حکومتی ارزش داره، نه دلار رو اینا تونستن ضربه‌ای بزنن، نه خودشون رو تونستن در این کریدورهای راه‌های ترانزیتی و غیر و غیر خودشون رو در یک جای نقش بدن، نه تونستن یک رشته اقتصادی رو از اقتصاد انرژی که باز موندن از قسمت‌های دیگر پتروشیمی و فولاد یک زمانی حرف بالا را میزد در آسیا مال ایران، این رو به همون رفسنجانی و همون گروه یک دوره‌ای ساخته بودند، اون رو هم نابود کرد. امروز فولاد اصلا به ضرر اقتصاد ایرانه، خودروسازی ها که به فاجعه کشیده شده، هیچ کشوری نیست دو تا ماشین از ما میگه ما صادر میکنیم، کی میاد این خودروهای بنجل ما رو بخره؟ ما در واقع با نابود کردن تمامی
ذخایر توسعه‌ای ما و با راه‌ها و استراتژی صنعتی و تولید ما همه راه‌ها رو خودمون بستیم. اینه که در واقع خودکشی است، اینه که خودبراندازی در داخل و از اون در میاد. اینها اقتصاد رو به دست خودشون در واقع حلق‌آویز کردن. همینه که داری تعریف میکنی مسخرن. اینا یه مش دیوونه، خامنه‌ای دیوونه شده. آقا در اتاق بسته، من گفتم بعد از این داستان حمله در اتاق بسته با هیچ یه حرف نمیزنه. حالا هی شما بیاین بگید فلان و بهمان، میارن یه حرفایی میزنه جلوی دوربین و اینا، یه در میبرن براش حرف میزنه، براشون حرف میزنه، اما واقعا با کسی دیدار نمیکنه، دیدار خصوصی نداره، گوش به حرف مشاورین نمیده، شکست خورده، زده به فاز دیوانگی، زمین سوخته، همون ترها دیگه برای من نجوسه سر سگ توش به جوشه، از این حرف هاست. شما اشاره کرد از این بزرگ بخوام پوزش بگم از شما، چون اون پرسشتون رو من، یعنی در واقع اون ابرچالش نابودی منابع آب در داخل ایران، نابودی سیستم در واقع پول ملی و تورم مزمنی که وجود داشته، نابودی سیستم بانک ها در داخل کشور، ضربه زدن به صندوق های بازنشستگی در داخل کشور، ضربه زدن به منابع غله و در واقع مواد غذایی و سرای غذایی در کشور، و بعد اضافه کنیم به این چند ابرچالش بزرگ که اینها الان دارن ترکیب میشن با هم دیگر، از این کمبودهای بومزیستی و تا مشکلات بزرگ اقتصادی که از تشکیل سرمایه تا این بحرانی که در سیستم بانکی و بازارهای مالی هست، تا به سرنوشتی که به سر بورس ایران آوردند، تا با این بازی که با طلا و با ارز در داخل ایران کردند، اینها ناترازی ها و بالا رفتن قیمت برق در ایران، کمبود برق در ایران، کمبود گاز در کشوری که بزرگترین منابع جهانی گاز رو داره، کمبود بنزین و سوخت و دادن در واقع سوبسید به کشورهای دیگر برای خرید سوخت و انرژی در داخل کشور، این ناترازی ها و این ابرچالش ها داره در سال 1403 با هم پیوند میخوره، با هم داره ترکیب میشه و یک ابر بحرانی رو در اقتصاد ایران ایجاد کرده. من بیگمان میدونم که این بحث در یک گوشه‌ای در جاهایی پیوند و ترکیب این ابرچالش ها صحبت شده و میشه، ولی من مطمئنم که در سایت ها و ژورنال های دیگر، حالا بزرگ و کوچک، به این بحث روزهای آینده، به این بحث ما خواهند پرداخت. من از این کارشناسانی که در سایت های دیگر حرف میزنن فرصتشون رو غنیمت بشمارم، ابعاد این ابرچالش ها رو که در زمینه های زیست بوم هست، در زمینه خود اقتصاد هست، صرفا اقتصاد هست، در زمینه تشکیل سرمایه یا بانک ها یا ارز، اینها رو، این مسائل رو و ترکیب اینها رو دنبال کنن، چون به هر حال ما یک ساعت اینجا وقت داریم در هفته، اینو دنبال کنن و راجع به بحثی به نام پیوند و ترکیب ابرچالش ها و اون چه که من هفته های پیش عرض کردم و این مسئله خشکسالی، قحطی بزرگ که خودش در واقع علت العلل این همین در هم رفتن و هم افزایی نیروی سینرژی به اصطلاح فرنگی ها، هم افزایی این نیرو و تأثیر اون بر اقتصاد ایرانه، و اضافه میشه آقای بهبانی یک ابرچالش سیاسی. ببینید مجلس و دولت دیگه مسئولیتی نسبت به کارگر ایران نداره، به بازنشسته ایران نداره، میگه تو که من رو انتخاب نکردی که، نمایندگان فاسد به کارگرها با زبان بددهنکجی و گستاخی دارن به کارگر میگن آقا ما مسئولیتی نداریم، وزیر کار چرا باید بیاد، شورای عالی کار چرا باید سجانه بگرایی، یعنی کارگر و کارفرما و دولت، و
و وزارت کار دخالت بکنه. ما نمی کنیم، ما کمکی به شما نمی کنیم، شما برید میدونید با کارفرمایان. یعنی اصل سجانبگرایی در تعیین دستمزد و یا همسانسازی حقوق بازنشسته رو زیر سوال بردند. چرا؟ چون بحران سیاسی، ابر چالش سیاسی، دولت و مجلسی که با 90% آرای مردم انتخاب نمیشه، در واقع در جامعه ایران آقای مهبانی نه تنها سرمایه مالی، فیزیکی، پول زیر ضرب رفته، ارز، ذخایر ارزی زیر ضرب رفته، بلکه سرمایه سیاسی هم دیگه وجود نیست. یعنی دولت نماینده و مجلس نماینده مردم نیست. گسیختن. اینا در دو جا داره میرن. هر کسی خودش داره میره. ملت و مردم نه مجلس رو انتخاب میکنه، نه دولت رو قبول داره. بحران در واقع این ماجرا هر روز دهن داره باز میکنه. این اجدهای در واقع جدایی، جداسری دولت و عدم تمکین به خواستهای مردم، از این برم ناامیدی مردم و به هر حال نافرمانی های مدنی و یا اصلا میبینن کاری براشون انجام نمیدن. در خیلی زمین ها هم دولت ول کرده مدیریت رو، کار کارشناسی که بلد نبود و مدیریت رو در جاهایی که میتونسته ول کرده، میگه آبان مربوط نیست. به این ترتیبه که نه سرمایه سیاسی در کشور وجود داره، نه ما در وضعیتی هستیم که این ابرچالش ها به ما اجازه بده. هر طرف سر میگردونیم آقای بهبانی، سطحای ما دچار مشکله. بحران آب وجود داره، بحران ارز برای تولید وجود داره، نقدینگی حبس شده است، بازارهای جهانی ما را قبول ندارند. ما در واقع پول ما ارزش خودش رو جوری از دست داده که هیچ جا دیگه به ما نگاه نمی کنند. کریدورهای جهانی، راههای بین المللی ما را به بازی نمی گیرند. در حالی که امارات، عمان، کویت، هر یک از این کشورهای منطقه دارن بنادر خودشون رو هی رونق میدن، چندین و چندین بندر دارند و این بنادر نقش بزرگی در بازسازی و احیای اقتصادشون داره. ما بنادرمون رو یکی بعد از دیگری به سرزمین های سوخته و به هر حال به خرابه ها تبدیل کردیم و نقش این بنادر ما هر روز کمتر شده. آقای بهبانی، این وضعیت کنونی اقتصاد ماست. یعنی ترکیب ابرچالش ها، پیوند خوردن این ابرچالش ها و وضعیت دردناک امروزی اقتصاد ما، اوج فروپاشی. شما یه اشاره کردی به داستان ویتنام. دیشب اینجا در خبرها بودش که یه هیئتی به چین رفتن و ایلان ماسک به عنوان کمپانی تسلا، او هم به چین رفته برای اینکه چین وارد عرصه تولید ماشین برقی شده. سالی نمیم چند میلیون ماشین برقی تولید میکنه و ایلان ماسک احساس خطر کرده بود که به اونجا رفته بود راجبه اینکه یه جوری شرکت کشته باشه، شریک بشه تو این کمپانی. و چینی ها میگفتن امریکایی ها بایستی که دست از سختگیریشون بردارن برای اینکه جهان فردا جهان ماشین برقی است و ما تو این زمینه پیشتاز هستیم، کامیون برقی تولید میکنیم نه تنها اتومبیل. ویتنام الان فروش ماشین برقی در امریکا رو به عهده گرفته. ویتنامی که تو دهه 60 و 70 در یه دهه در جنگ با آمریکا بود، امروز شریک تجاری آمریکاست. در سال 90، ابتدای دهه 90 میلادی، یه دوستی که دائم السفر است و با هیئت‌های دیپلماتیک به این ور اون ور دنیا سفر میکنه، موقع من تو سوئد بودم به من گفتش که آینده در اختیار ویتنام است. اقتصاد جهان رو ویتنام، اقتصاد بخشی از اقتصاد آمریکا رو ویتنام خواهد گرفت. البته باورش در اون روزگار برای من سخت بود، ولی امروز دارم میبینم که به عینه ویتنام تو این ماجرای کووید، اگه یادتون باشه دوره ترامپ، فرانسوی ها سفارش ماسک داده بودن، ماسک صورت به ویتنام، و ترامپ رفت اوردر داد که نه آقا غلط کردی،
به فرانسه نمیشه بدی، اینایی که تولید کردی و همه رو بفرست برای ما. و ویتنامی ها پذیرفتن هرچی که فرانسوی ها جیغ و داد کردن که ما قرارداد داریم و اینها، ولی به خاطر حجم بالای تجارت که با آمریکا داشتن ظاهرا فرانسوی ها رو پشت کردن بهشون و این رو در اختیار آمریکایی ها قرار دادن. فرمایشتون کاملا درسته، یعنی خامنه ای به مرز دیوانگی رسیده. من همیشه در این چند هفته گفتم ما در طول تاریخ ندیدیم هیچ حاکمی به جنگ ملتش بره، ولی این علنن داره این کارو میکنه. یه اراجیفی هم اون رادان گفته بود، یقدر دلم میخواد از زبان شما بشنویم که این شکست رو اون چجوری اعلام کرد. بله، روزگاری آقای بهوانی یاد یه نکته افتادم. وقتی که بشار اسد در حال سرنگونی شد بود و داشتن این رو از بین می بردن مخالفانش، یک چیزی ما در اون دوره خوندیم که اون سلاخ دمشق قاسم سلیمانی رفته بود پیش بشار اسد. بشار اسد بهش گفته بود که قاسم سلیمانی و بشار اسد گفته بود که حاشیه رو ول کن، بیا دمشق رو بگیر و خود دمشق رو مرکز رو بگیر که بتونی سرکوب بکنی. اون موقعی بود که بعدن حسین همدانی که خودش در واقع سرکوب های تهران رو در سال 88 کرده بود رفته بود اونم اونجا بود که البته اونم بعدن زدن، اونم از بین بردنش. اونها در واقع به داشتن کمک میکردن که بشار اسد بتونه مرکز رو، همین بشار اسدی که دیگه امروز حرف اینا رو نمیخونه، دیگه یواش یواش گزارش اینا رو داد، مسائل اینا رو معلوم نیست چی چیزهایی پشت برده با روسیه باش دستور داد و هر حال اون کشید یواش یواش کنار، رفت به سمت کشورهای عربی منطقه از عربستان دیگه اینجا پول خورد برحال صرف نمی کنه. و ستاره روزش، ستاره علی خامنه ای این داره برحال ماهی این ستاره این داره افول می کنه بر غروب میکنه. اون چه که امروز ما داریم میبینیم وضعیت اینطور، اینها دارن اون مدل رو در جاهایی از تهران، مراکزی از تهران رو گرفته بودن، فلان پاساژ مهم بسار قسمت در اون قلب تهران جایی که زنان بودن میخواستن برحال زهر چشم بگیرن از زنان کشور و این کار رو رادان و اینا برنامه‌ریزی کردن، یعنی در واقع در مرکز بزنند و بعد حاشیه رو بترسونند. ولی اینا کور خوندند، اینا با سازمان های مسلح یک کشور روبرو نیستند، با 40 زن آگاه که 45 رنج کشیده نیمی از جمعیت ایران که این همه سال رنج کشیدن، شما هر جایی اینها رو در 4 مرکز در چند شهر بزرگ بخوای زیر فشار بذاری، این درد اینقدر بزرگه. در شهرستان من، در استان من، در استانهای شمال ایران، در کردستانی که میبینیم زنان ما مدرن ما در کردستان چه جشنهایی گرفتند، در شیراز، در اصفهان، در خوزستان، در همه جای کشور، در حتی استانهای جنوب که اینها مدتی به خاطر به هر حال وجود اون بافتهای مذهبی و سنتی و اینها خود مردم راحت میکردن، ما میبینیم بروز این بیهجابی به عنوان حتی در زنان سال خورده در همه جای ایران و رادان متوجه شده اعلام کرده که این تر نتونسته پیش بره. آقای بهبانی نمیتونن زن ایرانی رو نمیتونن. یک زمانی من یادم پرویز ورجاوند، شادروان پرویز ورجاوند که یکی از رهبران جبهه ملی بود در اون دوره نوشته بود دستتون کوتاه از زن ایران، زن ایرانی، زن ایرانی به شما اجازه نمیده. شادروان پروانه اسکندری فروهر که چه مبارزاتی واقعا اونها چه مبارزه ای کردن علیه این جنایتکاران، تمامی اون چه که در زندان ها بود، در خیابان ها بود، دختران جوانی که رفتند مبارزه کردند ایستادند و این نیکاه های ما که اونطور ایستادند واقعا در سکوت و اینها را از بین بردن، یا اون
دختری که برای به هر حال فوتبال و چیز دیدن نمایش فوتبال شرکت در استادیوم خودش را آتش زد و و و تمام اینها مبارزه این بود که زنان کشور ما کردن و اون ترکی که رادان داشت که چند جا رو بگیره اونجا رو شدیدن زیر فشار از مرکز به حاشیه به شهرها انتقال بده، استراتژی رادان شکست خورده و این رژیم یک بار دیگر در مقابل دستور علی خامنه‌ای، الان باید علی خامنه‌ای بره نرمش قهرمانانه در مقابل زنان ایران بکنه، یک بار در برابر اسرائیل و در برابر منطقه، امروز باید ولی بزرگترین شکستش نه در خارج بلکه در برابر زانو زدن در برابر زن ایرانی است. ممنونم از شما آقا، سپاسگزارم ازت. اجازه بده که بریم سراغ تحلیل سیاسی هفته. یکی گفتم موضوعات مهم همین مهدی نصیری بود که با عدم استقبال مواجه شد، همه اون رو یه طرح دونستن، نمیدونم آیا اینم باز طرح خود نظام امنیتی است که اون رو طرح اعلام کرد بین مردم چیست هنوز نمیدونم واقعا. ولی هفته پیشم، این آخر هفتم، کنفرانسی بود در کادیس اسپانیا که کانال شهرام همایون شینشین اون رو برگزار کرده بود، در اونجا نطقای زیادی شده بود، چند تا از ویدیوها بیرون اومده. یکی از صحبت‌ها صحبت حسن اعتمادیه، مطابق بهش من زیاد اعتماد ندارم چون آدم راستگویی نیست، هر روز به یه شکلی در میاد، بنابراین او پیش من سعید بهبهانی آدم راستگو نیست. اما صحبت بحث اینه که گفته که اونجا جمع کسانی بود که علیه دموکراسی بودن. خب رهبر این گروه آقای تقی‌زاده است، او با استناد به این که شاید نمیدونم مثلا فکر کرده تو تاریخ ما در دوران بعد از مشروطه رضا شاه وقتی که تهران رو میگیره یک نامه ای رو مینویسه و نویسه من حکم میکنم و از اونجا استبداد رضا شاهی آغاز میشه، البته اونا در جهت آبادی ایران این کارو کردن برای ساخت ایران نوین، و یادمون باشه که ایران از فضای استبداد صغیر ممدلی شاه بیرون اومده بود، یعنی جامعه هنوز، ولی امروز که ما تو عصر دیجیتال هستیم، عصر نسل زد بهش میگن هستیم، چنین حرفایی در حقیقت به نظرم حرف سخیفه. جامعه ایران این رو تحت هیچ شرایطی نمیپذیرد که تن به استبداد بده، از نظام آخونی خودش رها کنه و تن به یه استبداد سلطنتی بده. برای من پذیرش چنین امری از طرف جامعه ایران یه امر محال به حساب میاد. من میخوام نگاه شما رو به این اوضاع احوال و اساسا تحلیل سیاستیتون رو بشنوم. بفرمایید. ببینید آقای بهبهانی، من به عنوان یک وارثی که یک کنشگری که چند دهه عمرم رو با تمام وجودم کوشش کردم که در خدمت، من یک شاغلم، من دو تا فرزند بزرگ کردم، خانواده ای دارم، سالهای جوانی من رو دهه در واقع 50، از آخر دهه 40 چشمم باز شد، دهه 50 رو جوان بودم، در زمان انقلاب در واقع یک تحصیل کرده جوان میتونستم باشم، درگیر مسائل نسل انقلابی شدم که به ما میگن 57، ولی خب ما در واقع در ناآگاهی ما بودیم، همچنان که شاه ما در بسیاری جاها اشتباهات بزرگی کرد، ما جوانها هم، من بارها صادقانه نقد کردم اون چی که خودم بودم. حالا اینایی که به ما الله فحاشی میکنن، خب از ما ناراحتند، به شاه هم فحاشی میکنن، اگر بخش دیگر میکنن اونا هم به شاه بران فحاشی میکنن، ولی اینا که ثمری نداره. که تاریخ ایران در این 45 سال
راهی رو رفت که نباید میرفت. اجزای گوناگون، شاخ و ملت زندگی خودشون رو رقم زدن. امروز نه دوران مشروطه، نه کودتایی که اون موقع میگفتن که کودتایی بوده که ایران رو ساخت. حالا میخوان هر چی بگن. آمدن رضا شاه در ایران به نفع ایران شد. الان دیگه خیلی از دشمنان او هم میدونن که او ساخت و بعد اینها نابود کردن این جنایتکاران. اما بحث ما امروز نه انقلاب مشروطه است، نه قانون مشروطه است که بعضی از دوستان مشروطه خواه میگند، نه اون قانون امروز باز نگری اون قانون نیروی میبره به خاطر درگیری هایی که هست که بیشتر اختلاف ایجاد میکنه، نه بحث دوگانه ای هست به نام دموکراسی و مشروطه که این آقا که الان اسمش رو بردید میاد اونجا بحث میکنه که دموکراسی درسته مشروطه غلطه. خب اصلا این بحث ها انحرافی است. اصلا اگر مشروطه در واقع خواستگاه هر گونه آزادی خواهی و دموکراسی خواهی در ایرانه، قانون مشروطه به عنوان یک سند سالها به ایران کمک کرد. درسته که بعد با متمم با مشکلاتی روبرو شد، درسته که، ولی در وقتی که حتی دکتر بختیار اومد گفت آقا یک دست من مشروطه است، یک دست من نهضت ملی و دموکراسی و سوسیال دموکراسی و آزادی ایران، دکتر بختیار هم حتی با مشروطه اومد، خود دکتر مصدق هم هیچگاه علیه مشروطه چی نگفت، او یک مشروطه خواه واقعی بود، کتاب دو جلدی رو داشت، نهضت ملی و مشروطیت. آخه این چه بحثایی که الان ما بکنیم بگیم مشروطه غلطه دموکراسی درسته یا جمهوریت در برابر این هست؟ اینا همه یک چیزن، ولی هر گفتمانی یک دورانی داره. جز گفتمان ارتجاعی 57، ننگین 57، جز این که 1400 سال پیش بود و الا مشروطیت ما درش بازسازی ایران بود، امنیت بود، طرح توسعه‌ای از بانا بود، نهضت ملی ما اشتباهات و مسائل خودش رو داشت، ولی یک حرکتی بود همراه با مصدق پیر با شاه جوان میخواستن ایران رو بسازند، تا اینکه 42 همین فاسدین و همین متحجران اومدن قیام کردن، زن رو میخواستن همین طور به از همون موقع وارد این معلوم بود میخواستن وارد اتاقهای تاریخ بکنن زنان ایران رو. تنها اینها بودند که فاسد بودند، مرتجع بودند که بعد انتقام کشیدند. یک تفسیر خوبی من شنیدم آقای بهبانی که شاه ایران پهلوی دوم واقعا بخت زده بود که چرا مردم ایران این کارو باش میکنن. یک تفسیری من شنیدم خیلی به دلم واقعا و مورد پسند من واقعا تکان دهنده بود برای من. اون چه که مردم ایران کردند، بخشی از مردم ایران کردند یا ساختای سنتی قشرهای سنتی مردم ایران کردند، علیه پهلوی دوم نبود، علیه رضا شاه بود. آقای بهبانی، رضا شاه اینها رو به در واقع محدود کرده بود، اینها رو زیر فشار گذاشته بود، وقوفات جاهای دیگر و برای ساختن یک ایران مدرن اعمال فشار و زور کرده بود. ولاش پهلوی دوم بینا یعالم امتیازات داده بود. این انقلاب علیه دورانی بود که رضا شاه در واقع ایران رو در اون 20 سال تا 1320 پیش برده بود. اما این هم امروز برای ما تاریخ ماست. چیزهایی که در این کنفرانس ها میگذره اینها نمیاند، این حضرات، این خانوم ها، این آیان. اول اینکه یک مقدار شما میبینید این شوها در یا اتاقهای دربسته یا تلویزیون ها یا بعد از اونها نشستن، اینها کار به گمان من آقای بهبانی کار واقعی نیست، شو هستند. مثل اون دورانی که یه سلیبریتی با یکی دیگر نشست، یک رهبر قومی، یک سلیبریتی، اینها کارهای واقعی نیست. یا اعزام اون آدم به از داخل کشور به بیرون اتلاف وقت جامعه ماست. در جامعه ما یک روند دیگری داره پیش میره. مردم ایران، ببینید جوانان ایران و مردم ایران و بازنشستگان در این دوره توماژ رو صدا کردن، گفتن آه تو صدای ما بودی، امروز ما صدای تو هستیم.
مسئله نیکا شاکرمی هنوز آثار خودش رو روشن نکرد. جریان نیکا زنده است. مسئله نیکا تمام نشده هنوز. این مسئله در دل مردم وجود داره. این جایی خودش رو نشان خواهد داد. نیکا شاکرمی یک اهانتی بود، مثل یک اون زمان بود دختران و گوچان. نیکا شاکرمی بغضی هست در گلوی مردم ایران. این بغض میترکه های بهبانی. این حمله به این دختر جوان، این تجاوز و این کشتن در تاریکی شب و این پرتاب اون به بیرون، این بغض در گلوی مردم ایران، کارگران ایران، بازنشستگان ایران، مال باختگان ایران و بخشای بزرگی از جامعه ایران، زنان ایران، این بغض وجود داره. امکان نداره این بغض در یک جای دفن بشه و خودشو نشون نده. ما در یک دورانی هستیم که در قسمت قبلی گفتم این پیوند این ابرچالش ها و اون وضعیتی که در اوضاع سیاسی جامعه هست در داخل ایران داره کارش رو میکنه. خارج به جای اینکه دنبال دعوا بجوره یا حرفای درشت درشت بزنه یا یک به هر حال کسی رو از داخل کشور برای لابیگری به بیرون بفرسته، خوشبختانه آقای رضا پهلوی در این دور وارد این داو نشد. مشخصا میگم وارد این داو نشد. آقای رضا پهلوی به خاطر ضرباتی که تا کنون خورد، به گمان من با تعدادی از دوستانی که به هر حال به گونه‌ای کنار ایشون هستن، با ایشون در ارتباط هستن، تماسایی که داشتم، صحبتایی که داشتم، به نظر میرسه خود ایشون با این ماجرا هماهنگ نشده، همراه نشده و به گمان من بسیار بسیار هوشمندانه و هوشیارانه با این مسئله برخورد کرده، چون میدونه که چه چرکی در کنار یک چنین آدمی که هنوز آمدنش به جبهه مردم خوش اومد. همه باید بیاند، از آقای شعله سعدی تا آقای فلان تا حتی افرادی از اصلاح طلبان که سالها با اونا بودن، چه صادقای اونا چه ناصادقای اونا، ریزش درسته اما رهبری رو، به قول مولانا ریسمان شطوری افتاده بود، موشکی اون رو گرفت تا یه سوراخی رفت، دیگه شطور رو توی سوراخ که نمیتونن ببرن که. حالا یه جا ریسمان شطوری افتاد، ساروانی مرد، ریسمانی بر زمین افتاد، اینا یه موش بگیره بره تا یه جایی میره، تا سوراخ، داخل سوراخ که شطور رو نمیتونه بکنه که. این مردم ایران، این شاهزاده ایران یک بار جستی ملقک، دو بار جستی ملقک. جنبش اجتماعی و سیاسی ایران دیگه نباید فریب بخوره، باید آگاهانه از کادیس تا نمیدونم پادیس تا فلان تا فردی در کانادا، در گذشته افرادی اومدن خب زحمت کشیدن، آقای اسماعیلیون، آقای ایران اینترنشنال، شمایی که خط سالها خط اصلاح طلبی رو، شبه اصلاح طلبی رو گسترش دادید، شمایی که امروز هنوز حاضر نیستید از یک خط اصیل برانداز، از یک خط اصیل در واقع نقد چیز برحال پیروی بکنید، اونو تقویت بکنید، هنوز در این ترهات شاهزاده و تاجزاده و بینها به یک گروه بیشترین نیرو رو دادید. آقای مهدوی آزاد که برنامه میذاری به جای سیما ثابت، گوش کن، الان دور دور توست، ما ناراحتیم از دست شما، ما میدونیم شما یه مجری است. آقای جواد اکبریم، آقای مرتضی کاظمیان، این دور دور بازی شماست، یک کمی عادلانه تر بازی بکنید، یک کمی در مقابل عشق و زورهای خودتون عادلانه تر بازی بکنید، مثل سوپر استار سازهایی مثل دیتر بولن آلمان بازی نکنید. این جوان دانشجو، اون جوان دانشجو، افرادی که 50 سال کار نقد این رژیم رو داشتند
ما حسادتی نمی کنیم. این گویا این میدان فعلا در دست شماست، ولی شما میدونید، شما هوشیاری آقای اصغر رمضانپور، شما یک اگنت، یک کارگزار یک شبکه هستی. یک ذره فکر بکن، یک ذره در مقابل اشکنزورهای خودت بیست. این داوری عادلانه است. شما میتونستید بخشی از مخالفانتون رو هم به بازی بگیرید، حالا که نگرفتید شاید به نفع نباشه، ولی شما میتونستید این بازی رو یک جور دیگر بکنید. شما در میدان شهر کلن برای دومین و سومین بار با من مصاحبه کردید. من ناراحت نیستم، جای دیگر میرم، توی میان تیوی میرم، 200 نفر بشینه یا 2000. شما با من به عنوان اولین فرد مثل میدان بروکسل مصاحبه کردید، اجازه چاپ نشر اون رو ندادید. آیان مسئولان ایران انترنشنال، شما میدونید، شما یه لیست سیاه دارید، هی میپرسید کیه؟ حالا اصغر سلیمی شد البرز سلیمی، شما نام جدیدش هم میدونید. من کسی نیستم، ادعایم ندارم، ولی شما لیست سیاه دارید. نه من، افراد زیادی مثل من که یک خط روشن دارن، نقد دارن، فعلا دور دور شماست. این کلاه تاج سلطانی روی سر شماست. یک کمی عادلانه بازی بکنید، یک کمی متواضعانه تر بازی بکنید. به اشکنزوراتون بگید که مخالفان ما احتیاج نداریم، این دور عوض خواهد شد، دور براندازی خواهد اومد. BBC هایتون دنبال نسل بعد از من، ببینید آیا خطی که در ایران رفت توماجه، توماج یک سرنگون طلب جوان آزادی خواهه و میخوان حکم اعدام بدن، چون رپش، رپ ماست. اون حرفی که داره در خیابان ها میزنه تحول طلبی شما ملی مذهبی ها نیست، حرف او براندازی رژیمه. خوب گوش بکنید، توماج جوانی هست که پرودوکت ماست، نسل منه و من از این خوشحالم. شما مجبورید توماج رو تبلیغ بکنید، شما مجبورید اقبال اقبالی رفیق من دایی او رو، شما اگه میتونستید سراغ او نمیرفتید با او مصاحبه بکنید. شما پوپولیستی رفتار میکنید، ولی مشکل شما اینه که پشت اتاقهای در مستتون نمیخواید خط آزادی، نقد پیگیر، خطی که به سرنگونی رژیم برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، نجات ایران نیرو بذارید. شما در حال بازی هستید، لاس میزنید با حکومت، شما میلاسید، میبافید. کارتون افشا و خبررسانیتون در جای خودش، ولی شما میتونستید با این هیئت کارگزاران خودتون خیلی بیشتر در بیستید، حداقل اگر وجدانی دارید در مقابل این اشپانزوراتون یک کمی. مگر بچه های ما توی زندان ها مقاومت نمی کنن؟ مگه شما برای پول، برای امکانات، برای موقعیتتون در اونجا، ببینید هیچ کس اینطوری با شما حرف نزد. ما شما رو میفهمیم، شما یک دهه از ما جوانترید، اما نامردید. شما نامردید به معنای زن و مرد نه، بی‌معرفتید. شما از این سریعتر نمیشه با شما حرف زد، به خاطر اینکه در مقابل اشپانزوراتون قدرت ندارید بیستید. اگر دختر ایرانی نیکا شاکرمی میسته و ناموسی در اونجا زیر زر میره، شما از ناموس خبر، از ناموس نقد، از ناموس نقد پیگیر دفاع بکنید. چرا تن میدید؟ برای اینکه موقعیتتون رو حفظ بکنید، که اشپانزورتون هست که به شما این خطا میده. عوض کنید خودتون رو. شما میدونید که راهتون آقای رضا علیجانی، این طرح شاهزاده و تاجزاده، این حضور مداوم تو در اون سایت، شما میدونی دانش تو، دانایی تو، سواد تو، تجربه تو از خیلی از آدم ها بالاتر نیست. اگر پایین تر نباشه بالاتر نیست. این همه که شما میرید اونجا حرف میزنید، به شما رانت خبری ایران انترنشنال رسیده، شما هم رانت خارید. آقای مرتضی کاظمیان، شما رانت خارید، رانتی به شما رسیده و این بی‌معرفتی است. عوض کنید خودتون رو آقای مهربانی. حالا من دیگه اصلا به جریان کادیس و اونها کار ندارم، من اینجا رو کار دارم آقای مهربانی. ولی مردم ایران
جوانان ایران و اون چه که در داخل ایران هست یک خطی هست که صدایی هست که هنوز سانسور شده است. ما در خارج سانسور هستیم، صدای میهن ما، رادیوی تلویزیون میهن، یا صدای مانی، یا صدای گاه گاهی افرادی محبت میکنن، بزرگواری میکنن، آقای چالنگی یا رادیوی آریان تی وی یا جاهای دیگر که ماها رو میبرن، ما در همین جاها بسنده میکنیم و سعی کردیم و سعی میکنیم که صدای ما به داخل کشور برسه. به ایمان داریم، باور داریم که این صدا رخ نمیکنه. تنها صداست که میماند، چیزی که شما هم گاهگاهی میگی آقای بهبهانی. از اینه دارم. بله، ممنونم از شما. متاسفانه شرایط تلخی رو جامعه داره ازش در حقیقت عبور میکنه، ولی همونطور که گفتی در بر این پاشنه همیشه نخواهد چرخید. شرایط رو مردم در داخل تعیین میکنن، روشن میکنن. باز هم از همدلی و همراهیت سپاسگزارم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما آقای سلیمی. سپاس از شما. تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر یه نکته بود آقای سلیمی، اجازه بدیم من این رو، اگه نرفتین که مثل این که رفت، خب بذار هفته آینده رو به نمایش خواهم گذاشت و یادم رفت در اینجا هستی آقای سلیمی. بذار، این یه فیلمی بود، من این رو آماده کرده بودم که وسط برنامه نشون بدم، منتها فرجه نشد. بذار، این یه مجلس ختمه، ظاهرا در یه هتلی یه مجلس ختمی رو برگزار کردن و شما نگاه کنید صحنه هجوم مردم برای بخش قضا، نگاه کنید. منو به یاد فیلم های امیر نادری میندازه و اینکه مردم ما این نیستن، مردم ما این نیستن که برای یک گوشت قربونی اینجوری به سر کوله هم بریزن. ولی ببین، این حکومت مردخورا، روزخونای سر قبرقا با مردم ما چه کرده؟ من خواستم فقط این فیلم رو در حضور شما نشون داده باشم. اگر مطلبی هست بازم اضافه بفرم. مطلبی ندارم آقای بهوانی، بسیار متشکرم با من. ممنونم ازم، خواستم در حضور شما باشه. بهها دیدیم، شنیدیم و فقط قفسه میخورم از اینکه تلاش مردم، تلاش زنان میهنم اونگونه که باید و شاید بازتاب داده نمیشه و این بستگی به توان شما مخاطب عزیز داره. از اینکه دنبال میکنی، از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای همه شما خوبان مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون بشه. با تشکر از شما.